باشد. رهبر حمایت میکنه. رهبر حمایت میکنه. این فریادهای دانشجویان و مردم فهیم و آگاه ایران است و در قیام اخیر که از 21 دی شروع شد علیه دروغگویی و دجالیت آخوندهای حاکم بر میهنمان تنین انداز شد. حاکمانی که در واقعی ساقط کردن هواپیمای اوکراینی 176 انسان بیگناه را کشتند و با فریب و نیرنگی که 40 سال است با آن به عمر نظام ننگینشان امتداد دادند، می‌خواستند آن را بپوشانند و از عواقب این جنایت خود را مسئول نگه دارند. اما این نمایش دیری نپایید و مجبور به اعتراف به آن شدند. اما این پروسه چگونه طی شد؟ ابتدا رسانه‌های رژیم و سخنگوی دولت روحانی در یک کره هماهنگ خبر شلیک به هواپیمای اوکراینی را تکذیب کردند. سایت حکومتی آفتاب 19 دی تکذیب ادعای اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی توسط رئیس سازمان هواپیمایی کشوری. خبرگزاری حکومتی جمهوری اسلامی ایرنا 20 دی 7 دلیل برای دروغ بودن ادعای اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی. خبرگزاری حکومتی ایرنا 20 دی بیانیه 8 ماده سخنگوی دولت آخوند روحانی علی ربیعی ماده 6 امروز به روش کاملا حساب شده و شناخته شده در عملیات روانی به نقل از یک منبع آگاه از پنتاگون که خواسته نامش فاش نشود خبر اصابت دو موشک به هواپیمای اوکراینی را با آب و تاب در رسانه‌ها منعکس کرده است. در آینده که مشخص شد این ادعای دروغ عاری از حقیقت است، هیچ کس مسئولیت این دروغ بزرگ را بر عهده نخواهد گرفت. علی ربیعی در همان روز 20 دی گفت سرجام همه پیگیری ها در این قرار گرفت که موشکی اصابت نکرده است. هیچ یک از مقامات دولت از جمله شخص رئیس جمهور تا عصر روز جمعه از علت اصلی سقوط هواپیما که همان آتش غیر عمدی پدافندی خود ما بوده مطلع نبود. این در حالی است که پاسدار حاجی زاده سرکرده نیروی هوافضای سپاه همان صبح روز وقوع حادثه چهارشنبه 18 دی به همه سران نظام این موضوع را خبر داده بود. بنده موقعی که مطلع شدم صبح چهارشنبه بلافاصله به مسئولین اطلاع دادم این موضوع رو. من غرب کشور بودم، بلافاصله حرکت کردم به سمت تهران، ولی بین راه من زنگ زدم به مسئولین گفتم این اتفاق افتاده، من احتمال بالا میدم که هواپیمای خودی رو ما زده باشیم. رژیم آخوندی که با صحنه‌سازی و دروغ پردازی بسیار سعی در لاپوشانی این جنایت هولناک داشت، پس از اعتراض‌ها و افشاگری گسترده و انتشار عکس‌ها و فیلم‌ها و تایید آمریکا و کانادا و انگلستان و ناتو و بسیاری دیگر از مراجع بین‌المللی، ناگزیر شد به جنایت بزرگ خود در شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اعتراف کند. اما آخوند روحانی شیاد که مثل خامنه‌ای و سرکردگان سپاه از نخستین لحظات شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اوکراینی به دروغگویی عمدی برای کتمان جنایت مشغول بود، پس از 6 روز و در وحشت از قیام مردم و دانشجویانی که فریاد رها کردن ایران از شر آخوندها را سر می‌دهند، در منتهای بی‌شرمی باز هم به دروغ پردازی پرداخت و گفت من به عنوان نماینده ملت ایران و رئیس جمهور این مسئله رو دنبال خواهم کرد و در مراحل بعدی به هر نتیجه‌ای ما برسیم به مردم خبر خواهیم داد. سخنگوی مجاهدین در پاسخ به این وقاحت و بیشرمی آخوند شیاد گفت بیشرف، بیشرف، برو خجالت بکش. و مردم به پا خواسته تمامیت رژیم آخوندی را به چالش کشیدند و خواهان سرنگونی این رژیم شدند. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه، چه رهبر. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه.